سلام، روزتون بخیر، امیدوارم عالی باشید. شما با کدوم یکی از قسمت طبیعت بیشتر حال میکنید؟ دریا، جنگل، کویر یا قطب؟ البته این مورد آخری کم سخت دسترسی بهش، ولی خب حالا در کل با کدومشون خیلی بیشتر حال میکنید؟ توی این ویدیو 10 تا از عجیب غریب ترین مناطق طبیعی رو بررسی میکنیم. یک نکته اینجا اضافه بکنم و بریم سراغ ویدیو، اینکه این مواردی که نام برده میشه تماما حالت طبیعی دارن. البته جاهای عجیب غریبی هست که ساخته دست انسان باشه. توی این ویدیو ما باهاش کاری نداریم و صرفا به قسمت هایی که حالت 100% طبیعی دارن با اونا کار داریم و اونا رو بررسی میکنیم. بریم ببینم چه اتفاق میفته. خب به عنوان مورد اول بریم توی کشور کانادا، شهر اوسویوس اوکاناگان. این اسم آخری که بردم اسم قدیمی اون منطقه هست، نمیدونم الان هم به این اسم صدا میشه یا نه، اما تو این منطقه یک دریاچه خیلی خیلی عجیب غریب وجود داره که احتمالاً توی تصویر اگر بهش دقت بکنید خیلی شباهتی به تعریف دریاچه ما نداره و خب توی فصل زمستون حالت عادی مثل بقیه دریاچه ها یک رنگ آبی شما میبینید و خب یک چیز خیلی خیلی عادی هم هست، اما نکته توی تابستون خیلی جالب میشه. توی تابستون تمامی آب این دریاچه خشک میشه، یعنی کامل کامل خشک میشه و چیزی که باقی میمونه حالت 300 تا حفره باقی میمونه که هر کدومشون یه رنگ خاصی دارن و این یکی از عجیب غریب ترین چیزهایی بوده که تا حالا دیدم و اینکه مثلا توی در عرض 4 یا 5 ماه مثلا اینقدر تغییر و این متفاوت بودن رنگ ها حتی توی خیلی وقت پیش باعث ترس اهالی اون منطقه می شده که مثلا نمیدونم چه اتفاق اینجا افتاده که توی تابستون این اتفاق توی این مثلا فضای خیلی خیلی کوچک می افته. در مورد این دریاچه ها و این دریاچه ها که نمیشه گفت، در مورد این حالت چشمه های کوچکی که وجود داره، اولا که تعدادشون 300 تاست و اینکه آب هایی هم که توشون جریان داره یک سری مواد معدنی خاص دارن مثل کلسیم و سدیم سولفات که این دوتا فاکتوری که نام بردن و علاوه یک سری چیزهای دیگه باعث میشه یک سری بیماری رو بتونن درمان بکنن و اینکه الان خیلی ها از این بابت حل کردن مشکلاتی که توی سلامتیشون دارن از این استفاده میکنن و به نظر من دریاچه خالدار یا اسپاتد لیک تقریبا تنها کلمه یه که میتونه این منطقه از کانادا رو تعریف بکنه برام. بریم سراغ مورد دوم. مورد دوم توی ایرلند شمالی قرار داره و حدود 6 میلیون سال پیش یک آتش فشانی اینجا فوران میکنه و خب بعد از فوران آتش فشان شما یک جزیره مثلا میتونید داشته باشید و اینکه خب در حالت عادی جزیره یک چیزیه که توی مثلا حالت عادی که دارم میگم توی ذهن هممون ترسیم میشه، ولی خب اینجا خیلی اتفاق متفاوتی افتاده. جزیره که دارم در موردش صحبت میکنیم از 37,000 تا ستون تشکیل شده که در کنار هم قرار گرفتن. حالا اینکه مثلا میگم ستون، شاید اسمش کلمه ستون کلمه مناسبی نباشه، ولی خب تو تصویر اگر روش دقت بکنید انگار با دست انسان تراشیده شده و کنار هم قرار گرفته و خیلی خیلی چیز عجیب غریبیه و اینکه شکل هندسی هم دارن، یعنی حالت بدون شکل نیستن و این یکی از عجیب غریب ترین چیزهاییه که مثلا توی این لیست به نظر من میتونید بهش نگاه بکنید و اینکه این شبیه بودن به حالت دست‌ساز به حدی میرسه که افرادی که خیلی وقت پیش اونجا زندگی میکردن تصورشون این بوده که یکی از افرادی که توی اساطیرشون داشتن توی افسانه هاشون داشتن با عنوان فین مکول، این تصویری که ازش ترسیم شده حالا دارید میبینید، نمیدونم این هست یا نه، ولی خب تنها چیزی که پیدا شده چنین تصویری بود، تصورشون بوده که این آقای فین مکول میخواسته با دشمنانش بجنگه و این مسیر رو توی دریا درست کرده برای خودش، سنگ‌ها رو تراشیده کنار هم قرار داده و برای اینکه یک مسیر داشته باشه از این جزیره استفاده کرده و اینکه به گذرگاه غول‌ها از این لحاظ اساطیری یا همون جاینت کازوی، این لفظ انگلیسیه، به یک چنین چیزی معروفه الان و تقریبا یک چیزی بین اسطوره افسانه و واقعیت هست و به نظر خودم این حالت هندسی داشتنش خیلی خیلی عجیب غریب و البته جذاب و باحال به نظر اومد. بریم سراغ مورد سوم. توی مورد سوم میریم توی کشور آمریکا، ایالت اورگان. این اسامی رو اگر اشتباه میگم بنویسید تو قسمت کامنت ها، ولی خب یک
منطقه ساحلی وجود داره، توی اون ساحل یک حفره یا چاله ای وجود داره با عنوان چاله تور. البته این تور، نه این یکی تور، من با این کوچولو این با نمکتر با این بیشتر حال میکنم، این یکی رو بیشتر دوست داشتم. حالا این چاله تور دقیقا چی هست؟ توی نزدیک ساحل یک حالت استوانه مانندی وجود داره و اینکه توی میلیون ها سال فعالیت دریا، فعالیت لبه دریا این اتفاق افتاده و این حفره ایجاد شده. این عمق 6 متری داره و اینکه حالا تا الان تمام توضیحاتی که گفتم که خب حالت عادی داشت، حالت ظاهری مثلا تعریف یک منطقه که وجود داره، اما نکته که خیلی خیلی جالبه در بعضی اوقات سال این حفره حالت مکش داره، یعنی آب رو به سمت خودش میکشه، به سمت تو میکشه. بعد توی یک مواقعی از سال که موج خیلی خیلی شدید میشه این حالت فورانی داره و اینکه آب رو بالا پرتاب میکنه و اینکه مثلا توی ابعاد 6 متر متصور بکنید موجی که توانایی این رو داره از 6 متر بیاد بالا و حتی چندین متر بیاد بالاتر، این چیز خیلی خیلی عجیب غریب تری میشه. و اینکه یک ویدیو هم دیدم در مورد اینکه چطور بتونید اون تو زنده بمونید، یعنی بپرید اون تو و بتونید اون تو رو ببینید و حالا توش زنده بمونید، نکات خیلی خیلی سخت و پیچیده ای توضیح داده بود و این نشون میده که نکته خطرناکیه. اما خب از نظر نکته توریستی یا جاذبه توریستی بودن به نظر من خیلی خیلی چیز جالبیه. این منطقه توریستی توی سال 2005 پیدا شد و اینکه اسمش رو هم همونطور که گفتم از خدای تور که خدای رعد و برق یا صاعقه هم میشه بهش گفت، از این چیز گرفته شده و تقریبا همون نشانه خشم یا حالا اون موجهایی که توی دریا وجود داره میتونه همین هم دلیلش باشه. مورد چهارم از این لیست ده تایی ما کاخ پنبه‌ای توی ترکیه است. حالا احتمالا الان میپرسید خب کاخ پنبه‌ای چی هست، کجا هست؟ یک شهری وجود داره، یک منطقه با عنوان پاموکله توی غرب ترکیه و اینکه یک سری چشمه آب گرم در کنار هم قرار گرفته و منظور از اون کاخ پنبه‌ای گفتم اسمیه که اهالی اونجا روی این چشمه های آب گرم گذاشتن. ظاهرش رو که دارید ببینید واقعا چشم نواز و البته در نوع خودش جالب و جذابه. 17 تا چشمه آب گرم تو وجود داره، دمای این آب ها هم 35 تا 100 درجه سلسیوس، یعنی دقیقا اینجا اثبات میشه که آب گرمی که گفتیم واقعا گرم هست، چون من خودم اولین تصاویری که دیدم باورم نمیشد که مثلا این آبی که اینجا وجود داره واقعا گرم باشه، ولی خب با این منطقه که گفتن آبش در این درجه هست میتونیم بگیم که خب چشمه آب گرم به حساب میاد. و اینکه خواص درمانی هم میگن داره، این رو درست نمیدونم. و اینکه ارتفاع این منطقه 100 متره و از 20 کیلومتری دورش شما میتونید این منطقه رو ببینید. حالا دلیلش چیه که بهش میگن کاخ پنبه ای؟ توی مرکز ترکیه کشتزارهای خیلی خیلی زیادی از پنبه وجود داره و خب این حالت سفید بودن رنگ این دوتا یک شباهتی ایجاد کرده و مردم بومی اونجا یک چنین اسمی رو هم براش انتخاب کردن. البته شاید این لفظ پاموکلهی هم که گفتم اول ویدیو اسم اون منطقه هست به این کاخ یا حالا قصر پنبه یک ارتباطی داشته باشه. نزدیک این منطقه یک شهری هم وجود داره با عنوان شهر هروپولیس. اینو خیلی در موردش توضیح نمیدم، فقط چیزی که میدونم اینه که اسمش توی تاریخ اومده و ثبت شده توی روم و یونان باستان، فکر کنم اگر درست گفته باشم توی این دوتا یک اسمی از این شهر برده شده، ولی خب باقی مانده های هم از این شهر توی اون منطقه وجود داره. با اون کار ندارم، ما الان بیشتر با قسمت طبیعتی که اون منطقه داره کار داریم و اینکه حالا خیلی با اون حالت دستاز کار نداریم. به نظر من البته در کنار یک سری چشمه آب گرم دیگه این یکی از باحالترین ها و البته جذابترین ها بود. توی مورد پنجم بریم سفر بکنیم به استرالیا. توی غرب استرالیا یک سری دریاچه وجود داره، عجیب غریب هستن. من با یکیشون کار دارم با عنوان دریاچه هیلیر. اول بگم که این دریاچه توسط یک فردی با عنوان ویلیام هیلیر شناخته شد. حالا عجیب غریب بودنش کجاست؟ اینکه تمامی طول سال رنگ آب این دریاچه صورتی یا قرمزه و اینکه حالا عوض هم میشه، بعضی موقع کم رنگ‌تر و بعضی موقع
پررنگتر. دلیلش چیه؟ یک سری جلبک و باکتری خیلی خیلی خاص وجود داره توی اون آب و توی همون منطقه هم فکر فقط زندگی میکنن که آب اون دریاچه رو صورتی میکنه. و اینکه نکته عجیب غریب تر هم این که خیلی خیلی فاصله نزدیکی داره با اقیانوس. تو تصویرم شما میتونید ببینید که فاصلهش خیلی خیلی کمه، اما آب این قسمت 10 برابر شورتر از آب اقیانوسه و این باعث میشه فقط اون باکتری ها بتونن زنده بمونن و موجودات دیگه خیلی نتونن توی اون قسمت زندگی بکنن. برای شنا کردن میگن مشکلی نداره، یعنی میتونید تو شنا بکنید، اما قصه سختش اینجاست. تنها روشی که شما میتونید به اون منطقه برسید یا با هلیکوپتره یا با کروز یا همین کشتی های خیلی خیلی بزرگی که برای سفر کردن انتخاب میکنن، با این دوتا میتونید بهشون برسید. به نظرم یکی از باحالترین اتفاقاتی هست که میتونه توی دریاچه اتفاق بیفته، رنگ صورتی. و اینکه یک دوره هم به آدامس صورتی استرالیا معروف بوده، چون روی نقشه اگر نگاه بکنید توی تصاویر از عقب نگاه بکنید خیلی شباهتی به واقعیت نداره و مثل یک تیکه آدامس میمونه بیشتر. مورد ششم هم یک سری چشمه آب گرم هم در کنار هم قرار گرفتن با عنوان باداب سورد. احتمالاً میگید خب این باداب سورد کجای کره زمین هست؟ این چیزی که گفتم توی ایران خودمونه، توی منطقه مازندران قرار گرفته. یک سری چشمه آب گرم هستن، جنس سنگ اون منطقه از تراورتن، امیدوارم درست گفته باشم این اسامی رو، از این سنگی که گفتم درست شده. و اینکه مدت زمان خیلی خیلی طولانی هم طول میکشه که به طور طبیعی این اتفاق بیفته و شما بتونید چنین تصاویری رو داشته باشید از این منطقه، چنین چیز طبیعی میگن که خیلی زیاد طول میکشه که ساخته بشه. یه نکته خیلی باحال و عجیب غریبی که وجود داره اینه که رنگ اون سنگ ها یک سری از جاهاش به صورتی یا حتی قرمز رسیده. حالا صورتی که رنگ درستی فکر نمی کنم درست باشه، نارنجی و قرمز اینجور بگم بهتره. دلیلش مال وجود اکسید آهنه. نکته دومی که خیلی خیلی عجیب غریبه، حالا ورای اینکه خیلی حالت چشم نوازی داره و اینکه یک تصویری هم هست، من واقعا باورم نمیشد که این تصویر مال ایران خودمون باشه، ولی خب گفته بودن که این تصویر مال همون باداب سورت هست. خیلی عجیب غریب بود. اینکه دوتا قسمت اصلی داره، قسمت اولش آب شورمزده هست، قسمت دوم آبش ترشمزده است. و اینکه حتی رنگ های اون سنگ ها هم متفاوته و اینها در کنار هم توی فاصله خیلی کمی واقعا عجیب غریب به حساب میاد. اسم این باداب سورد هم از اینجا آمده. باداب به معنی آب گازدار هست یا همون آبی که آن سنگ رو میتراشه و جلوتر میره. سورد هم اسم این منطقهی که حالا قبلا خیلی وقت پیش بهش میگفتن منطقه اوسورد، اگر اسمش رو درست گفته باشم، چیزی که نوشته بودن یک چنین چیزی بود. این در کنار هم اسم این قسمت رو تشکیل داده. یک نکته اینجا بگم، چون این مال ایران خودمونه، واقعا اطلاعات خیلی خیلی کمی بود در مورد این منطقه توی سایت هایی که من کلن اصلا زیر رو میکردم میگشتم که پیدا بکنم. امیدوارم روزی برسه که خیلی خیلی بیشتر و بهتر این مناطق رو بررسی بکنیم و اطلاعاتشون رو روی اینترنت داشته باشیم که افراد بتونن بخونن و اگر خواستن بیان سر بزنن و ببینن. به نظر خودم خیلی خیلی جالب و البته جذاب بود، مخصوصا توی شبش خیلی خیلی چشم نواز بود. مورد هفتم از این لیست 10 تا یک کوهستان خیلی خیلی باحال با عنوان تیانزی توی کشور چین. حالا این اسم تیانزی از کجا آمده؟ اسم یک فردی هست توی چین باستان، یک پادشاه بوده فکر کنم اگر درست گفته باشم، ولی خب اسمیه که میگن توی چین باستان وجود داره. و اینکه این اسمم از اونجا آمده و روی این منطقه قرار گرفته. یک چنین کوهستان عجیب غریبی همینطور که توی تصویر دارید میبینید حدود 300 میلیون سال طول میکشه که ایجاد بشه. ارتفاعش رو از 1200 متر من دیدم تا 12000 متر، این دو تا عدد رو دیدم، نمیدونم کدومش درسته، ولی خب ما همون 1200 متر رو هم اگر در نظر بگیریم، همون کمترین رو در نظر بگیریم، مثال عینی میخوام براتون بزنم، برج میلاد ما کلا 435 متر ارتفاع داره. برج میلاد رو در 3 ضرب بکنید میشه ارتفاعی که اینجا هست و در کنار جذاب بودن حتی خیلی ترسناک به حساب میاد اون ارتفاع. و اینکه
یک تلکابین هم وجود داره، حدود 2000 متر اون مسیر تلکابین هست و اینکه 7 دقیقه هم طول میکشه که شما بتونید این مسیر رو طی بکنید. تو این 7 دقیقه میتونید از این ارتفاع چیزهای خیلی خیلی باحال و جذابی رو ببینید. احتمالاً اگر فیلم آواتار رو دیده باشید یک چنین صحنه‌ای رو توش حالا دیدید، حالا من خودم فیلم رو ندیدم ولی خب چیزی که خوندم و شنیدم اینه که اون مناطقی که یک چنین حالتی دارن از این منطقه از چین گرفته شده و اقتباس از این طبیعت واقعیه که توی اون فیلم هم شما میتونید ببینید. ترسناک هست اما خب به نظر من خیلی خیلی جای باحال و جذابی اومد. مورد هشتمی که توی این لیست بهش اشاره میکنیم یک جزیره با عنوان سوکوترا توی یمن، یعنی خیلی نزدیک هم هست به ایران، و اینکه به قسمتی از بهشت، جزیره آدم فضایی ها یا جزیره خون اشتها معروفه. حالا اینا دلایل هر ستاشون رو براتون توضیح میدم. مورد اول اینکه چرا به جزیره آدم فضایی ها معروفه، درخت ها و کلن موجودات خیلی خیلی عجیب غریبی این تو زندگی میکنن و این باعث شده یک سری از افراد این منطقه رو به با نام جزیره آدم فضایی ها بشناسن. مورد دوم که گفتم خون اشتها مربوط به این درختی که حالا اینجا تصویرشو دارید میبینید. خب حالا الان احتمالاً سوال پیش میاد که خب این چه ربطی به خون اشتها داشت؟ توی خیلی وقت پیش توی این منطقه افرادی از روم و یونان میادن برای تجارت. حالا تجارت چه کالایی؟ یک کالای قرمز رنگی با عنوان رزین یا سمق یا سمق عربی، این دو ستا رو میتونیم نام ببریم براشون، این از شیره این درخت گرفته میشد. رنگش قرمز رنگ بود. حالا توی این تصویر مثلا یا نگاه کنید شما باور نمیکنید که این رنگ قرمزی که هست شیره درخت باشه، این حالت خون داره و این خون اشتها از اونجا اومده. حالا اون رزین اولی که توی اون دوران قیمت خیلی خیلی بالایی داشته، کالای ارزشمندی به حساب می اومده، یک حالت چسبندگی خیلی خیلی قوی داشته توی درزگیری قایق‌ها، ساخت ظروف و البته بعداً توی ساخت لاک و عطر، اتکلون، چیزهای مختلف ازش استفاده می‌شده. این هم دلیلی که بهش میگن خون اشتها. و واقعاً این درخت خیلی عجیب غریب، ظاهر خیلی پیچیده‌ای داره و اولین بار بود می‌دیدم یک چنین تصویری رو. مورد بعدی که گفتم بهشت، یک سری ها این منطقه رو وقتی دیدن شباهت‌ها خیلی خیلی زیادی داشت با بهشتی که توی کتاب مقدس مسیحی ها تعریف شده بود و حتی باورشون این بود که این منطقه یک منطقه از همون بهشتیه که توی اون کتاب تعریف شده و نمیدونم تصاویری که ازش موجوده و دارید میبینید خیلی خیلی چیزهای عجیب غریب و البته باحال رو میتونید تجربه کنید. به نظر خودمون خونه اژدها خیلی خیلی جذاب بود، حالا موقعش هم خوب بود ولی اون یه دونه خیلی خیلی عجیب غریب و البته باحال بود به نظر خودم. مورد نهم محض کسایی که علاقه خیلی خیلی زیادی به شیرینی و شکلات دارن، تپه های شکلاتی توی فیلیپین یا تپه های بحول توی فیلیپین. این شکلاتی حالت لقبش رو داره بیشتر. اول اینکه 1260 تا از این تپه ها در کنار هم قرار گرفته، شباهت خیلی خیلی زیادی به هم دارن تا حدی که افراد محلی اونجا که خیلی خیلی وقت پیش چقدر سخت شد اونجا زندگی میکردن میگفتن که ساخته دست انسانه. حالا یک سری افسانه هم وجود داشت که میگفتن دوتا غول با هم میجنگیدن و بعد از تموم شدن جنگ اینها این منطقه باقی مونده جاییه که اونها روش میجنگیدن، ولی خب این رو حالت بیشتر افسانه یا اساطیری داره، با این کاری ندارم. ارتفاعشون خیلی خیلی زیاد نیست، مثلا بلندترین تپه که توی این منطقه وجود داره 120 متره. و اینکه حالا چرا بهشون میگن تپه شکلاتی توی فصل تابستون که این حالت سبز بودنشون از بین میره، حالت قهوه‌ای رنگ میگیرن و در کنار هم هستن، بشه مثل چینش شکلات تو جعبه شکلات میمونه و این اسم شکلاتی از اینجا اومده. و اینکه تعدادشون 1200 تا و شباهتی که این 1200 تا به هم دارن فکر کنم عجیب غریب ترین نکته‌ای باشه که در مورد این قسمت از کره زمین میتونم بهش اشاره بکنم. مورد دهم، مورد آخری که توی این لیست بررسی میکنیم، دوباره به کشور چین بریم. یک ساحل خیلی خیلی باحال داره، 100 کیلومتر مربع ساحل با عنوان ساحل سرخ. یعنی شما 100 کیلومتر از این تصویری که حالا مثلا اینجا دارید میبینید
یک چنین حالتی هست، خیلی خیلی چیز باحال، جالب و البته جذابیه. این تصاویرش رو هم که شما میبینید واقعا جالب و قشنگ هست. دلیل اینکه رنگش سرخه، وجود یک سری جلبک دریایی خاصه با عنوان سوئدا سالسا، حالا این اسامی رو نمیدونم درست میگم یا نه، ولی خب یک جلبک دریایی خیلی خیلی خاص هست، توی اون منطقه زندگی میکنه و دلیل این قرمز بودن همین هست. از این منطقه خیلی خیلی بزرگ یک قسمت خیلی خیلی کوچیکیش رو برای عموم آزاده که میتونن برن و ببینن، ولی خب همون قسمت کوچیک هم خیلی جالب و جذاب و البته خفن به حساب میاد. من ندیده بودم یک چنین چیزی رو. توی 30 کیلومتری شهر پانجین و قسمت شمال شرقی کشور چین قرار داره این منطقه. خاک اون فضایی که وجود داره با عنوان ساحل سرخ خیلی خیلی زیاد قلیاییه و موجودات خیلی زیادی نمیتونن تو زندگی بکنن، غیر از همین موردی که گفتم باعث قرمز شدن رنگ چیز میشه. 260 مورد پرنده اونجا زندگی میکنن و البته 399 تا موجود دیگه. به منطقه لک لک ها هم معروفه و اصلا زیبایی این که لک لک هم باشه توی این منطقه دیگه واقعا غیر قابل تصوره، خیلی خیلی جالب باحال و البته جذاب میشه. این بود 10 تا از باحالترین و البته عجیب غریب ترین مناطق طبیعی کل کره زمین. نمیتونم بگم فقط همین 10 تا هستن، چون هستن جای دیگه هم که جذابن باحال هستن، ولی خب ما فعلا به این 10 تا اشاره کردیم. احتمالاً قسمت 2 یا 3 هم داشته باشه این ویدئومون. اگر جای جالب و جذاب و باحال میشناسید توی کشور خودمون یا حتی کشورهای دیگه توی قسمت کامنت سکشن برامون بنویسید، و اینکه نکته، ایده یا حتی موضوع خاصی هم اگر دارید که به نظرتون خیلی جالب هست، این هم حتما تو قسمت کامنت ها بنویسید. اگر در توانمون باشه حتما در موردش ویدیو ساخته میشه. لایک بکنید، کامنت بنویسید، کلی بسیار زیاد بهمون انرژی بدید، و اینکه امیدوارم همیشه در زندگیتون کل انرژی مثبت و عشق داشته باشید. خدا نگهدارتون.